هر سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز یک پژوهش ماندگار و کلیدی دیگر رو میخوام تو این فرصت خدمتون معرفی کنم که در تاریخ روانشناسی و علوم شناختی و علوم رفتاری یک جایگاه خیلی ویژه ای داره و توی خیلی از کتابها مقالات بعدا به این استناد میکنند و این خودش یکی از اون کارهای کلاسیک جریان ساز میشه یعنی بخش عمده از درک ما از در واقع حالت شناختی، هیجانی و حتی سیستم فلسفی روان و رفتار انسان به مطالعات اولیه که در این مقاله ذکر شده باز میکرده مقاله کلاسیکی هست به سال 1974 نوشته دانالد دوتون و آرتور آرون که روی پل کاپیلانو انجام شده برای همین به مقاله پل کاپیلانو هم معروفه خب این مقاله اسم کاملش رو اگر میخواین اینه Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety یعنی شواهدی برای افزایش در واقع جذابیت جنسی در شرایط استراب بالا و عرض کردم که اساس این مطالعه بیشترش رو روی این پل انجام داده که پل کاپیلانو معروفه در ونکوور هست اگر مختصری خدمتتون بخوام بگم راجع به این پل سال 1889 زارن ساخته شده ولی سال 1956 دوباره بازسازی شده یک پل معلق آبر پیاده هست که حدود 140 متر طول داره و ارتفاعش از اون دره رودخانه کاپیلانو یه چیزی حدود 70 متره برای همین افرادی که میرن روی این دوچار خیلی حالت ترس و استراب و حالت دلهوره میشن و یکی از جاذبه های توریستی جوری که من خوندم میگن تا یک میلیون نفر در سال از روی این پل رد میشن توریست و در واقع جهانگرد و اینها و در واقع یکی از محل هست که در بریتیش کلمبیا خیلی طرفدار داره تا پژوهشی که روی این پل انجام گرفت تاریخ ساز شد و در واقع باعث شکلگیری جریانات خاصی از تفکر شد اما اساس این پژوهش قبل از اون اینا میدونستند که در واقع میل جنسی جذابیت جنسی گاهی اوقات با خشم در آمیخته است یعنی بعضی افراد بودند که میگفتند وقتی حالت خشم پیدا میکنیم در ما یک حالت برانگیختگی جنسی هم شکل میگیره و خیلی ها تعابیر روانپویا تعابیر دینامیک برای این می‌کردند. مثلا میگفتن در سلسله حیوانات خشم نشان دهنده حالت مردانه است و مردان سلطه خودشون رو در جریان خشمشون میدن و وقتی خشمگین میشن یا اون شریک جنسیشون خشمگین هست یا اصولا وارد یک رابطه خشم میشن شواهدی وجود داره که همزمان جذابیت جنسی و برانگیختگی جنسی هم افزایش پیدا میکنه اما نگارندگان این مقاله مقاله ببخشید صحبتشون بر سر این بود که شاید مسئله خشم نیست اصولا هر هیجانی وقتی شکل میگیره از جمله ترس از جمله استراب باعث یک برانگیختگی عام میشه یعنی شما هیجان زده میشی که بسته به شرایطی که توی اون قرار گرفتی این هیجان زدگی رو میتونی یا نسبت بدی به اون عامل ترس و دلهور آور یا نسبت بدی به یک عامل دیگری که میتونه این مسئله برانگیختگی جنسی باشه حالا چرا این رو به مطالعه پل کاپیلانو معروفه اینا فرضشون بر این بود که خیلی خوب افرادی که روی این پل رد میشن دوچار یک برانگیختگی میشن ولی اون برانگیختگی طبعا خشم نیست بیشتر حالت ترس و دلهوره و استرابه ولی اگر همزمان در اون حالت برانگیختگی و ترس و دلهوره و استراب با یک نفر از جنس مخالف مواجه بشند آیا ممکنه اون برانگیختگی رو به غلط نسبت بدن به جذابیت بیشتر اون فرد؟ و در واقع خطا بکنن در انتصاب دادن اون هیجان خامی که در وجودشون هست و به جای اینکه اون هیجان رو کاملا استراب ببینن نوعی برانگیختگی جنسی ببینن حالا طبعات این رو براتون فرصت شد تو چند دقیقه آینده توضیح خواهم داد به هم دلیل طراحی این در واقع پژوهش خیلی ساده بود این رو هم بهتون بگم که پژوهش های ماندگار پژوهش های کلیدی یه ویژگی خوب دارن که طراحی خیلی ساده است خیلی متد آماری پیچیده ای نداره یک معمولا میبینید دو تا گروه هم که خیلی راحت اینا رو با هم مقایسه کردن این هم این کارو کردن گفتن خیلی خوب یه عده که از روی این پل رد میشن و این 140 متر رو که طی کردن و وقتی رسیدن به سمت در واقع امن پل ما میریم جلو و باشون یه مسابقه کوتاه انجام میدیم به صورت مقایسه ای هم افرادی رو که از روی یک پل دیگه از روی همین دره رد میشن ولی یک پل بسیار امن و معمولی هست ارتفاع پل بالا نیست عرض پل زیاده و عملا هیچکی روی اون پل نمیترسه اونجا هم میریم همین مسابقه رو انجام میدیم ببینیم توی برانگیختگی ذهنیشون توی برانگیختگی جنسیشون آیا تفاوتی هست یا نه خب برانگیختگی رو چجوری بسنجن این یکی از تصاویر هست که به تصاویر مجموعه تست های TAT معروفه تماتیک اپرسپشن تست که در واقع این به اندریافت موضوع ترجمه شده و این کارت هایی هست روی مقوا که این نقاشی ها رو داره و به افراد نشون میدن و میگن یک چیزی که به ذهنت میرسه یه داستانی در رابطه با این بگو این یکی رو انتخاب کردن این شماره سه جی اف هست این یک مجموعه هست کارت ها مقوا های بسیار متعددی داره این یکی رو انتخاب کردن چون یک تم مبهم داره آیا شما در این یک داستان جنسی خواهی گفت یا یک داستان کاملا غیر جنسی خواهی گفت و البته اومدن این رو داوری کردن گفتن داستان رو که افراد میگن از یک تا پنج داورهای مستقل که نمیدونن اون افرادی که اینا رو داوری کردن این، گفتن این داستان ها رو ببخشید کی بودن داوری کنن و نمره بدن پس افراد وقتی از پل رد میشن اینو بهشون نشون میدن و میگن که خیلی خوب شما یه داستان راجع به خب اگه داستان مثلا غیر جنسی باشه ممکنه طرف همچین چیزی بگه این رفته خونه در رو باز کرده دیده مثلا دوز وسایلش رو برده این میشه صفر امتیاز مثلا از محتوای جنسی ولی میتونه کاملا با برانگیختگی جنسی همراه باشه که مثلا این یک رابطه عاشقانه با کسی داشته رابطهش الان تموم شده پشیمانه یا مثلا اومده و متوجه شده که مثلا فرض کن صحنه جنسی بدی رو دیده و تو ذوقش خورده احساس بدی کرده خب هر چقدر برانگیختگی جنسی بیشتر باشه قادتا باید بیشتر منتها یه کار جالب دیگه هم کردند این پژوهش دو بخش داره اون خانومی که از آقایون این تست های تی ای تی رو میداد و میگفت داستانش رو بگین وقتی مصاحبه تموم شد روی گوشه کاغذ شماره تلفن خودش رو مینویسه و پاره میکنه و یه تیکه میده به افراد و میگه که اینم اسم منه اینم شماره منه اگه کاری داشتید با من یا سوالی داشتید یا اصلا خواستید با من بیشتر صحبت کنید به من زنگ بزنید و وقتی که کاغذ رو میده برای دو تا اسم مختلف میگه گلوریا اسمیه که خودش رو معرفی میکنه اونی که دم پل کاپیلانو بوده و زمانی که دم پل معمولی وایستاده داده اون پلی که ترس نداره خودش رو دانا معرفی میکنه و از روی اینی که بیشتر به گلوریا ها زنگ میخوره یا به دانه ها زنگ میخوره این فرضش بر این بوده که کدام یک از اون حالت ها بیشتر جذابیت ایجاد کرده و باعث شده که افراد برانگیختگی بیشتری داشته باشن چون فرض بر این بود که اگر افراد اونجا هیجان داشته باشن برانگیختگی جنسی داشته باشن احتمالا رفتن خونه به این خانم زنگ میزنن و وقتی زنگ بزنن اون تو کدوم گروه بیشتر زنگ خواهند زد چون همون پژوهشگره و در واقع همون حرفا رو به افراد زدیم خب نتایج اولیه جالب بود اولا گروه کنترل رو میبینید این پل کنترل هست 33 نفر گروه آزما... در واقع آزمایش یعنی همون پل کاپیلانو هم 33 نفر در هر دو گروه 22 یا 23 نفر پذیرفتن توی پژوه شرکت بکنن و رقم های مشابهی شماره تلفن رو قبول کردن 16 تا و 18 تا ولی نکته جالبش در اینجاست ببینید اونایی که دم اون پل معمولی بی خطر بودن فقط دو نفر از 16 نفر زنگ زدن که شماره رو گرفته بودن در صورت که اونایی که پای پل کاپیلانو بودن و از پل رد شده بودن نه نفر به همون خانم زنگ زدند یعنی گلوریا ها نه تا زنگی گرفت در صورت که دانا ها فقط دو زنگ گرفت پس به عبارت دیگر برانگیختگی افراد در اون شرایط کاملا متفاوت بود. این هم نمره در واقع محتوای جنسی اون آزمون تی ای تی هست ببینید وقتی پای پل کنترل بودن نمره میانگین یک ممیز چهل و یک بوده گفتیم که میتونست تا پنج حد اکثرش باشه در صورتی که اونایی که از پل کاپیلانو رد شدن و ترس و استراب داشتن نمرهشون دو ممیز چهل و هفت است. پس شما میبینید تقریبا یک واحد برانگیختگی بیشتر داره البته یک گروه کنترل دیگه هم داشت که در اون فردی که پرسش نامه رو پر میکرد و شماره تلفن میداد یک آقا باشه یعنی هم جنس اون آقایون باشه و همونطور که ملاحظه میکنید وقتی که فرد مصاحبه کننده مرد هست محتوای جنسی که برای تی ای تی میگن خیلی پایینه که اصلا به یک کم نمیرسه 61 صدم و 8 صد هم و نکته جالب اینه که عملا هیچکی زنگ نمیزنه یه نفر تو گروه کنترل زنگ زده و دو نفر تو گروه پل زنگ زده پس ما شاهد دو تا اتفاق هستیم یکی زنگ زدن به اون خانوم بیشتر میشه وقتی از پل رد میشن و دیگری اتفاقی که میفته اینه که محتوای جنسی بالاتری رو قید میکنند منتها یه ده به این مسئله انتقاد داشتن گفتن شاید اون آدمایی که میان و از روی پل کاپیلانو رد میشند خب اینا ماجراجو هن هیجانی هن خب به همین دلیل اینا بیشتر هم زنگ زدن برانگیختگی جنسی بیشتر هم داشتن اصلا تیپ آدماش فرق میکنه اونی که پامیشه میره سر این پل با اونی که محافظه کار از روی پل روی زمین رد میشه حتما فرق داره اومدن در محله بعد یه پژوهش دیگه برای تکمیل این انجام دادن اونم به این صورت بود که همون فرد همون خانم گلوریا دو حالت مختلف پرسش پر می میکرد یکی افرادی که فورا از پل رد شده بودن تو همون لحظه میرفت بهشون سلام میکرد سوالش رو مطرح میکرد یکی دیگه زمانی که ده دقیقه اینا رو زیر نظر میگرفت مثلا اون طرف اونجا داره اسنک میخوره یه قهوه خورده داره نوشابهش رو میخوره و بعد از ده دقیقه میرفت این سوال رو میکرد که یعنی ببینه که خب اینا همون آدمان دیگه یعنی اگر بگیم اصولا اونا که از رو پل رد میشن آدمایی هستن که ماجراجوترن نترسترن و همین دلیل برانگیختگی جنسی بیشتری هم دارن پرروتر هم هستن و به طرف زنگ میزنن اینو به حل کرد خب اینجا واضحا میبینی که مفاهیم جنسی باز در اونایی که فورا از پل رد شدن خیلی بیشتر از اونیه که ده دقیقه گذشته و تعداد زنگ زدن ها هم سیزده به هفت بوده پس محققین نتیجه گرفتن که این مال تفاوت آدم ها نیست حتی اومدن یه کار دیگه کردن گفتن اصلا پل ول کن چون شما میگی شرایط پل پیچیده است شاید خود خانومه اونجا میترسیده اونی که پای پل وایساده بوده و چهرهش یه جور دیگه بوده دنج برانگیختگی رو بیشتر کرده بوده میگن بیایم بریم تو محیط آزمایشگاهی تو محیط آزمایشگاهی کاری که میکنن اینه یه عده رو میان یه خانوم یه آقا که در واقع خانومه همدست کرده بوده و بهشون میگن که قراره به شما توی یک پژوهش شرکت کنین و به شما شک بدیم یا شک قوی میدیم یا شک ضعیف میدیم در مورد حافظه و یادگیری هست طبیعتا خانومه تفاوتی نمیکنه چون میدونه شکا واقعی نیست ولی مرده که جزء آزمودنی هاست دچار استراب میشه دیدن اونایی که قرار شک بالاتر بگیرن طبیعتا استراب بیشتری رو تجربه میکنند و میترسن یعنی دلهره دارن که الان شک بیشتری به من خواهند داد سه استراب خودشونو گزارش میدن در صورتی که اونایی که قرار شکر ضعیف بگیرن دو ممیزه چهل و گزارش میدن مطال نکته جالبی که هست اینه وقتی اونایی که قرار شکر شدیدتر بهشون بدن اون آقایونی که شوکه شدیدتر بدن برانگیختگی بیشتری دارن ترس بیشتری دارن وقتی میگن که میزان جذابیت اون همکارت رو اون خانومی که در واقع همدست آزمایشگر هست نمره بده شما واضحا میبینید نمره بالاتری میدن سه ممیزه هفت، در مقابل دو ممیز نه یعنی اون استراب و ای که بابت گرفتن شک بهشون دست داده باعث شده که اون خانم رو تر ببینن و همزمان وقتی تفسیر میکنن راجع به همون در واقع تصاویر تی ای تی باز میبینید دو ممیز بیست و هفت در مقابل یک ممیز پنج و دو یعنی باز محتوای جنسی رو بیشتر مطرح میکنن خب پیام ساده ای که این مقاله میده اینه که ما بر هیجانات خود وقوف نداریم ما آنگونه که فکر میکنیم آنچه در درون ما میگذرد رو به درستی نمیتونیم تحلیل کنیم و خیلی از مواقع هیجان و برانگیختگی خودمون رو به غلط به یه چیزهای دیگه نسبت میدیم یا حتی اگر شما نگاه کنید رفتار این آدم ها تغییر کرده یعنی تقریبا نه تا زنگ زده اینجا دو تا زنگ زده در صورتی که وقتی ازشون میپرسی خب چرا زنگ زدی صرفا میگن که اون خانم جذابتر بود یا خوشمونت یا به عبارت دیگر حتی اعمال ما تصمیمات ما به نوعی که ما خیال می کنیم بر دست ما نیست ما بدون اینه که خودمون حواسمون باشه تحت تأثیر محرکای محیطی قرار می گیریم و انتخاب ها گزینش ها و فعالیت ها و رفتارمون تغییر میکنه خب اینجا یک بحث جدی فلسفی شکل میگیره مقوله ای اراده ای آزاد مقوله انتخاب مقوله مسئولیت فردی من در باعث قبلی به عزیزان قول داده بودم که یک درس گفتار یا درسنامه رو در مورد مسئله ای اراده ای آزاد آغاز کنم خب دارم کم کم آغازش میکنم به عنوان مقدمه این پژوهش ها رو گوش بدید من چندین پژوهش خدمتتون خواهم گفت چون بعدا باید این تو ذهنتون جا بیفته که عرض بنده چی هست و چی رو دنبال میکنم باز تو همین فرصت استفاده کنم یک کتابی رو که اون همه اتفاقاً به این مقاله کاپیلانو اشاره داره Talking to Ourselves نوشته ی جان دوریس یک کتاب فلسفی روانشناسی علوم شناختی است کتاب بسیار معتبریه و در واقع این سوالو کرده مایی که فکر میکنیم همه چی دست خودمونه ما ای که فکر میکنیم از انتخابهای خودمون آگاهیم چطوره که اینقدر راحت توی این محیط آزمایشگاهی گول میخوریم و رفتارمون بدون اینکه خودمون بدونیم تغییر میکنه به همین دلیل فکر کنم شما اهمیت این مقاله رو فهمیدید این منشه مقالات بعدی میشه که به این مسئله بیشتر میپرد